عرض ادب و احترام دارم به شما میانان ترجمندم. امروز دوشنبه است، چیزی به نوروز باقی نیست. آقای سفیر قصوی عزیز برنامه ندارد کنه، عزیز سپاس گذارم. به نظر میشه عملیاتی که عملیات تروریستی علیه دانش آموزان دختر بعد رسید به خوابگاه ها و برخی دانشگاه ها و دانشگاه ها و حالا رسیده به مدارس پسرانه. هفته پیش هم یکی از روزنامه ها فکر کنم اعتماد بود نوشته بود که در هفته آینده آمار قربانیان بالا میره. یعنی دقیقا میدونستن که در هفته آینده قراره، یعنی این هفته که ما الان درش هستیم، عملیات بیوترور در ایران ادامه پیدا بکنه. آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد بعد از چهار، با نزدیک به چهار ماه سکوت. حالا که همه خانواده ها مشوش شدن، شب عید روزگار بر مردم تلخ کرد و هدفم این بود که امسال نوروز رو پروندهش رو ببندند، یعنی کاری کنن که مردم رغبت نکنن حتی به نوروز فکر بکنن. یعنی که توصیه میشه حتما نوروز رو برگزار کنید. میدونم این همه غم و قصه و اندوه در ایران وجود داره و گرانی، با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که نوروزت یوز رو کشتند. بعد این خصوص که از کنم بالا بردن نرخ تورم به نظر میرسه به طور مصنوعی، همینطور بالا بردن ارز قیمت دلار باز هم به طور مصنوعی برای شکستن کمر مردم. بحران پشت بحران پشت بحران، بحران آفرینی تاکتیک حکومت جمهوری اسلامی به ویژه حکومت آخوندی در ایران همیشه. اما جالب یادم نمیتونی که قسم دروغ رو یه دم خروس رو کدوم رو باید باور بکنه. حرفای خامنه‌ای رو شنید امروز، از خودش سلب مسئولیت کرد، داره که کسی که عوامل خودش رو آتش به اختیار کرد شخص اوست. حتی اگر خبر نداشته باشه مسئول شماره یک اوست. وقتی آتش به اختیاری قانون میشه دیگه میتونه استبداد رو پشت سر بگذاره. امروز مملکت دچار هرج و مرجه، امروز مملکت دچار هرج و مرجه، چون شخص خامنه ای ماموران خودش رو آتش به اختیار کرده و همه میدونیم که وقتی نیروها آتش به اختیار میشن هر کاری که انجام میدن علیه خود ما تمام میشه. جمهوری اسلامی به خودزنی رسیده، به جنون مطلق و محض. یکی از زشت‌ترین اتفاقاتی افتاد در دوره ای که در علیه دختران ما در صد مدرسه دست کم تا اینجا ثبت شده، در صد در ده ها استان کشور، امروز هم در شهرهای مختلف بیوترور ادامه پیدا کرد. انتشار سرود فرمانده، فرمانده دوست هم میانانم انشاءالله. نمیدونم، یکی از دوستان من متن رو برای من فرستاده بود و بهش گفتم که چرا مهرش رو فرستادی، شعرش رو بفرست. گفتن این مهر نیست، این شعره، شعر سلام فرمانده است. بکنید این مملکت، مملکت شعره. بسیاری از پادشاهان ایران خصوصا شاعران برجسته بودن، مثل ملکشاه سلجوقی، مثل ناصرالدین شاه، مثل بسیاری از پادشاهان، بسیاری از پادشاهان عصر مغول اغلب به زبان فارسی شعر میگفتن. نگاه کنید به شمار زیادی از شاهزادگان و امپراتورهای عثمانی که همه به زبان فارسی شعر میگن. کدام ملت رو در دنیا سراغ دارید که مردمانش به زیارت شاعران خودشون برن، مثل حافظ، مثل سعدی، یا مولوی تبدیل بشه که از جاذبه های توریستی ترکیه؟ کدام ملت رو سراغ دارید؟ و تو این مملکت، مملکتی که مینازه به فرهنگ خودش، ببیشه در این قدم رو فرهنگ ادبی خودش، و واقعا هم شعرهای بزرگ ما نظیر در میان شاعران جهان ندارن، نظیر در میان شاعران جهان ندارن. این همه شعر اهمیت داره تو ایران. اون وقت شعر بندتنبانی، ببخشید بندتنبانی ترم ادبی ایرانه، ترم ادبی است. وقتی میگن مهر، یه موقع هست که شما
و پای آهنگی که ساخته شده باید شعر بگید. یک موقعی شعر شما میشه مبنای آهنگ که آهنگساز این شعر رو دوست داره برایش میسازه. یه قولش رو سفارش میده من آهنگ خوبی ساختم بیاری روش یک شعر بگید. معمولاً معیارش رو هم میدن، یعنی مجموعه اصطلاحات کلمات و الفاظی که کنار هم قرار بگیره هیچ معنایی هم نداره، هیچ معنایی نداره، ولی روی هم رفته موسیقی آهنگ رو میرسونه، یعنی مجموعه واژه هایی که در کنار هم قرار گرفتن و همینطور وزن آهنگ رو تداعی میکنه این معیار. خواهش میکنم اولا معیار رو نگاه کنید. این چیزی که برای خامنه ای گفتن سلام فرمانده بخونید اصلا حیرت انگیزه. در مملکتی که رهبرش خامنه ایست، رئیس فرهنگستانش حتی دادله، بهتر از این نمیشه. من میخونم براتون، خودتونم بخونید. جانا جانا مهدی زهرا، ای مولانا مهدی زهرا، میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من، قصه ها بی معنا میشه، یعنی میای میبینمت، یعنی میشه فرمانده سلام، فرمانده سلام، ای مهربون تر از مامان و بابا، فرمانده سلام، فرمانده سلام، کاری کن که بازم به چشمت بیام، فرمانده سلام، تو لشکر سیدعلی سرباز شمام، فرمانده سلام، منتظرت بودم، منتظرت هستم، آقای مهربون دستاتو بذار توی دستم. نیمه شب عینک دودی زدم، من به ریش خود بیگودی زدم. شعر عباس احمدی است، شعر بنتونبانی، خودش هم انتخاب کرد شعر بنتونبانی، ولی خب اینجا شاعر نشون میده که هم شاعره هم میشناسه ابزار ادبات شعر رو، در حالی که در اونجا ما به آدمی که مهر، یعنی آدمایی که نمیدونن چطور باید پاچلیسی کنن، چطور باید تملق بگن. من سگ کوی تو هم، قلاده کو، استخوان و حاضر و استخوان حاضر و آماده کو، نمیل عباس احمد، اینا از این تیپ هم. سلام فرمانده، این شعرش. مملکتی که شعرهایی داره مثل حافظ، نگاه کنید وقتی خطاب میکنه به یک پادشاه برجسته خیلی مورد علاقش بوده، سحر چون خسرو خاور علم بر کوهزاران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق، ای دل که چرخین سکه دولت به دور روزگاران زد. سرزمینی که این اشعارشه، این خطابه هاشه نسبت به سران پادشاهان من بکرد، اینم این شعر. میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من، قصه ها بی‌معنا میشه، یعنی میای میبینمت، یعنی میشه فرمانده سلام. آخه خجالت بکش آقا پیر من، حیا کنی، هزار دختر رو نگاه کنی. جایی که مولوی در برابر پادشاه عزالدین سلجوقی قرار میگیره، عزالدین کیکاووس سلجوقی، عصبانی از دست پادشاه، میگه بهت پاسبانی دادن، دوست شدی. خداوند این عزت رو به تو داد، رفتی از شیطان فرمان گرفتی. بخطر این مرد زیبا و درخوره، حیرت میکن. به من میکردی که ادبیاتش این همه با شکوهه، و از طریق همین شعر فرهنگ ایران موفق شده در طول بیش از هزار سال خودش سرپا نگه داره، و بسیاری از مفاهیم اخلاقی و مدنی رو از طریق همین شعر به امروز روز منتقل بکنه، از جمله یه موضوع خیلی مهم، موضوع لایسیته رو. شعر فارسی
خیلی مقام مهمی داره در میان ادبیات جهان. اون وقت توی یه همچین مملکتی برای رهبرش میری میگن پرنشر بنتونبانی، عرض کردن بنتونبانی اصلا توهین نیست، کلمه بدی هم جزء مفاهیمی است که در ادبیات ایران چه افتاده، به شعرهایی گفته میشه یا به سروده هایی که معنایی ندارن، یه مجموعه الفاظ و کلماتی که کنار هم ردیف شدن بدین که معنایی رو به شما منتقل بکنن، معنایی رو به شما منتقل. و در چنین شرایطی که دختر بچه های ما رو داره دارن ترور میکنن، بیو ترور، و خامنه‌ای هم ازش اظهار بی اطلاعی میکنه، در حالی که همین روز گذشته نماینده خلخار در مجلس بلند میشه و میگه از سوی مردم در خلخال زیر فشارم، به مدارس خلخال حمله شدم از سوی دخترانه و بسیاری از دختران رو مسموم کردن. چی بهش اخطار میده؟ آدمی به نام قدوسی، یکی از امامی رو بالای پشت گوشش با بغل گوشش چیزی میگه و میترسونتش و بعد چی جلوش رو میگیره؟ قالیباف رئیس مجلس، آقا بحث بودجه رو بکن، کاری به مسئولیت نداشته باش. این اتفاق دیروز در مجلس افتاد، در مجلس شورای ملی و شورای اسلامی. تازه نصارات خامنه ای چیزی از گناه او کم نمی کنه، چیزی از مسئولیت او کم نمی کنه، برای که اوست که آتش به اختیار کرده ماموران خودش رو بارها و بار چندین نوبت این کار رو کرد، که اگر از دست ماموران ما کاری بر نیامد فرشتید به برابر یه اتفاق یا حادثه علیه ما اقدام متقابلی انجام بدیم، شما اختیار دارید که به هر شکل صلاح میدونید عمل بکنید. هیچ حد و مدی هم نگذاشته، تا مرز قتل هم میتونن پیش برن، تا مرز آدم کشی توی مملکتی که از طریق دوربین های امنیتی یه دختر رو در یه گوشه از یه خیابانی در شهری مثل تهران با بیش از 10 میلیون جمعیت شناسایی میکنن که حجاب درست نداره، 2 دقیقه بعد ماموران انتظامی از طریق ماشین پلیس خودشون رو با اون میرسونن، اون میکشونن توی اتومبیل، توی این مملکت در 10 نقطه کشور عملیات مشابهی انجام میشه که گفته میشه دست کم 500 نفر در شرکت، یعنی عملیات سازمان یافته است که 500 تن از ماموران با امکانات گسترده از جمله دست داشتن به ذخیره لازم مواد سم. شوخی که نیست که شما میتونید از یه مغازه بخرید، که بس مخازنی برای این کار وجود داره که اینا بهش دسترسی دارن. مخازن متعلق به چی؟ خب نهادهای دولتی، نهادهای رسمی حکومتی. اینا چی هن؟ عناصر آتش به اختیار هن. اینا کسانی هستن که در مکتب خامنه ای به این نقطه رسد، به اینجا رسیدن. و وقت درست در میانه بیوترور، عملیات تروریستی حکومتی، ترانه فرمانده 2 پخش میشه، پخشش بکنید مردم ببینن و بیشتر منزجر بشن و متنفر بشن. و این مرتیکه لندهوری که این کار رو میخونه، این دختر بچه های بینوایی رو که بردن و از شما عنوان ابزار کار استفاده میکنن بدونی که، و این مهر خجالت داره توی مملکتی که سعدی و حافظ و رودکی و نظامی گنجوی داشته، همه ایران، همه دنیا تنست و ایران دل، نیست گویند زین بیاس خجل. نظامی گنجوی، فردوسی، خبرید به آزر، حافظ، سعدی، و این خطابه هایی که وجود داره از سوی شعران نسبت به حکام، اغلب انتقادی مثل سعدی. و تو این عصر زمان یک مرده لندهور قلتشنی که خواننده شده با این مهر، واقعا مهر بنتنبانی
در نهایت چاپلوسی و تملق. این اثر برای چی؟ برای شکستن دل من، برای عصبانی کردن بیشتر مردم که حکومت داره راه خودش رو میره. شما مشکلات خودتون رو دارید، ما عیش و نوش خودمون رو داریم. پخش کنید مردم گوش کنن. خب شکر شیرازی یه چیزی میخوند، یکی از شعرهای بندتومونه شکر میخوند. ولی خب وقتی میگی بندتومونه، کسی که این شعر رو گفته آشنا بوده به ابزار ادوات کار. گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن، شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم، میخوای بکن میکن، توی استخر محبت بپرم یا نپرم، میخوای بپر میخوای نپر، دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم، میخوای فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم، لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم. پاس ایدا اسمت جانا جانا مهدی زهرا، ای مولانا مهدی زهرا، میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من، قصه ها بی‌معنا میشه، یعنی میای میبینمت، یعنی میشه فرمانده سلام، فرمانده سلام، ای مهربون‌تر از مامان و بابا. خب نیمه شب عینک دودی زدم، من به ریش خیش بیگودی زدم. از بازار آیه ها عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمت شما منزل بعد دکتر اسماعیل نوریالا هستیم. برنامه رو از دست ندید. برای نوروز همی دوره بره، با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید، که گاه نوروز است. شکوه میزدادگی عزیز پژوهشگر این روزان واقعا کارهای درخشان داری میکنه راجب تاریخ ایران، پیشنهاد داده که سال 1402 همین سالی که در راقه به عنوان سال مهسای آزادی نامگذاری بشه. خیلی پیشنهاد مهسای آزادی. اما در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. دکتر نوریالا درود بر شما. درود میگم به خدمت شما، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه. دکتر نوریالا شما چندین اثر راجع به شعر دارید، شعر فارسی دارید، نقد. میخوام ببینم وقتی این متن یا مهره سلام، میگم که وقتی برای من فرستادن از ایران نگاش کردم گفتم نه اصلشه بفرست، چرا مهر فرستادیم؟ نه این مهر نیست، اصلشه. نظرتون رو جویا بشم بفرمایید. من البته خوشحال میشم این چیزا رو میبینم، برای اینکه اگر که فکر کنید یک زبان فاخر و گردن کلفتی این وسط وجود داشتش، آدم فکر میکرد که ایداد این حکومت لایق چنین زبانی نیستش. اینا با اندازه خودشون دارن عمل میکنن دیگه. در هر زمینه‌ای که نگاه بکنید یک رژیم مندرس فرسوده از بین رفته. خب شعرش هم باید اینجوری باشه، آهنگش هم باید اونجوری باشه. به نظر من اینها نمادهای انحطاطیه که باعث خوشحالی ماهاییست که فکر میکنیم که باید هرچی زودتر این حکومت شرش از سر مردم کم بکنه. آقای دکتر نوریالا توی تاریخ ایران در حال در بیان پادشاهان و حکام، حتی اونایی که اجنبی بودن، بیشتر ترک‌ها از آسیای میانه بر ایران حکومت کرده، این مغول‌ها اغلب این عاشق زبان فارسی شدن، زبان فارسی رو خوب یاد گرفتن و شاعران خوبی از آب در اومد. سلجوقی‌ها ملکشاه سلجوقی شعر میگفته، شعراش هم واقعا قابل اعتماد، خیلی خوبه. یا خیلی از شعرهای دوره مغول و یا ایلخانیان که اینقدر به شعر فارسی علاقمند بودن که حتی در هند هم شروع کردن به
اماد. ولی ما رسیم به دوره‌ای که کار انحطاط به اینجا رسیده، هیچ وقت در قلمرو ادبیات انحطاط تو این حد نبوده. تو عادل اینا، ما خب بالاخره رئیس فرنگستان هرچی باشه حداد عادله. بله درست میفرمایید. ببینید من البته در استعمال کلمه شعر یه خورده تردید دارم به طور کلی در تاریخ ادبیات ما. مسئله شعر و اینکه یک سخنی منظوم باشه اغلب اشتباه گرفته شده. من بیشتر این سخنوری رو میبینم که چه متانت و ارزش بزرگی رو در بین سخن سرایان ما داشته. حالا این سخنشون آیا شعر میشده یا در حد نظم باقی میمونه به جای خودش، ولی ما اصلا سخن مندرس الان باش روبرو هستیم. همه این نمیدونم رئیس جمهورشون، وزراشون، نمایندگان مجلسشون، هر کدوم که سخن میگن این انحطاط درش موج میزنه. شما دیگه آدمی حتی خود این آقای عادلی که یه موقعی هم تو انجمن فلسفه دوران رژیم قبلی بود، اینا هیچ کدوم دیگه توانه عرض کنم که سخنوری فخیم رو ندارند و همشون به اندراز کشیده شدن. این به نظر من نمونه های مادی و معنوی اندراز رو بتونیم ما در یه رژیمی نگاه بکنیم و ببینیم، و این در همه اجزا این رژیم در حال دیدن دیگه. به هرچی میگن یا قلوف میکنند یا عرض کنم که خالی بندی میکنند یا مزخرف میگن، در مجموعش به نظر من خیلی هماهنگی عجیبی در همه سطوح و وجوه زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این رژیم، همه با هم دست به دست هم دادن و حکایت از یک انحطاط عجیب غریبی میکنن که در تاریخ بی سابقه است. واقعا بی سابقه است، همینطور بی سابقه. آقای من نمیدونم، اگر حالا هر حاکمی جای خامنه ای بود یا اشرافی داشت مثلا به ادب و فرهنگ ایران، قطعا سازنده این اثر رو جریمه میکرد، یعنی مجازات میکردن، زندان مینداختن، چون در واقع اثر این کاری که ساخته شده تاثیر منفی داره بر روی مردم، یعنی هم مردم رو عصبانی میکنه، هم اونایی که بالاخره تو این رشته صاحب نظرن و با ادبیات ایران آشنایی دارن، با ادبیات وقتی کار رو میخونن متوجه میشن کسی این رو ساخته که خامنه‌ای رو خراب بکنه، فرمانده رو خراب بکنه. و نمیدونم حالا اینا این رو در حد کاری گرفتن که ممکنه براشون اشتهار بیاره یا نمیدونم یا به شکلی محبت مردم رو، دل مردم رو به دست بیارن. ببینید خب به نظر من حالا مردم به کنار، ولی وقتی که قاضی و عرض کنم که تعیین کننده و داور یک ماجرای شخص خامنه ای باشه، باید برگردیم و به روحیات اون نگاه بکنیم و سطح فکر اون نگاه بکنیم. خامنه ای به نظر من در بین روحانیت ایران یکی از پسترین مقام ها رو داشت. من یادمه که در رشت آیت الله بحرالعلوم رشتی رو من چند بار دیده بودم، در ایام محرم و صفر آخوندار از قم میرفتن به شهرهای مختلف و آیت الله اون شهر اینا رو تقسیم میکرد بین دهات، اکثرا این آقای خامنه ای رو میفرستادن به رشت و این آیت الله بحرالعلوم به این اجازه نمیداد که حتی توی شهرهای رشت بره و روزه بخونه، بیشتر در دهات شهرها این کار انجام میشدش. یعنی آدم بسیار عرض کنم که البته منهای خودبینی و اون روانشناسی عجیب غریبی که داره و انتقام جویی و نرفا، آدم خیلی سطح پایینیه. هیچ گونه شما بارقه ای از یک نوع درخششی در رفتارش، در گفتارش، در تفکرش نمیبینید. و من فکر میکنم که واقعا آقای هاشمی رفسنجانی رفت گشت یه آدم پستی رو پیدا کنه به خیال اینکه این رو اگر که بیاد و بکنه جانشین خمینی، دیگه مملکت دست خودش خواهد بود و راحت کارهای خودش رو میکرد و نمیدونستش که این آدم پست فطرت میتونه چگونه عرض کنم که مقام خودش رو تسجیل بکنه و خود آقا هم سرش رو بکنه
زیر آب استخر از بین ببرتش. به نظر من بعدها کتابهایی که نوشته خواهد شد راجع به روانشناسی این آدم نشون میده که چگونه عرض کنم که یک آدم پس فطرتی وقتی که معتبر بشه چه بلایی سر خودش، اطرافیانش و مملکتی که در زندگی میکنه میاره. به نظر من همه اینا برمیگرده به این آدم و از یک نظر هم به نظر من برای ما که خودمون رو برانداز میدونیم خوبه، برای اینکه میدونیم که این خیمه‌ای که تمام خطوط نیروش وصل به یه تیرک مرکزی شده و دیگه نه تصمیم گیری وجود داره، نه داوری وجود داره، نه قاضی وجود داره، این تیرک که بیفته این خیمه فرو خواهد ریخت. و یکی از نگرانی های شما وقتی که نگاه میکنید به دیگران از آقای میرحسین موسوی گرفته تا همین آقای زیبا کلام و این حرفا، میبینید اینا کاملا واقف هستند که چه خطر عمده‌ای در انتظار اونهاست و با مردن این خامنه ای یا حتی ناقص شدنش، روح و روان خودش رو از دست دادن، چگونه کل رژیم فرو خواهد ریخت. من این روزا وقتی که نگاه میکنم که چه تلاشی از جانب اونهایی که سالیان دراز به عنوان اصلاح طلب خودشون رو جا انداختن در رژیم نگاه میکنم، میبینم که خب از اون اعلامیه‌ای که آقای میرحسین موسوی میده تا سخنانی که بقیه این اصلاح طلبا میکنند، این نگرانی موج میزنه که با رفتن چنین آدمی کل رژیم از بین خواهد رفت. من خیلی جالب بود دیدم اخیراً میگن که تقابل هایی که وجود داره مثلا سفید و سیاه و شب و روز و این حرفا، تقابلی هم که انتخاب کردن میگوین که اصلاحات و براندازی، یعنی این که دارن گنده میکنند که اونچه که ملت ایران روبرو خواهد بود در آینده باهاش اینه که دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا براندازیه یا اصلاحات. و براندازی به قول این آقای صادق زیبا کلام از چاله در آمدن و به چاه افتادنه. خیلی جالب بود دیدم یه ویدیوی ازش داشتم میدیدم که داشت شباهت ها و تفاوت های رژیم گذشته و رژیم اسلامی رو شرح میداد. میگفتش که انگلیسی ها یک اصطلاحی دارن که وقتی پادشاهشون میمیره میگن The king is dead, long live the king، یعنی که شاه مرد، زنده باد شاه. و معنیش اینه که یک شاهی رفت و یک شاه دیگه آمد. و گفتش امروزه شعار ما باید این باشه که اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. یعنی که اصلاحات چیا در ایران دارن سعی میکنن از یک سوی دیوی بسازن از اندیشه براندازی و بعد بگن ما متحول شدیم، ما دیگه اون اصلاحات قبلی نیستیم. و اینا همش نشانه این استش که در همه سطوح این جامعه شما این نگرانی رو که انگار یه مسافری توی سالن ترانزیت فرودگاه نشسته منتظر هواپیما بیاد ببرتش، این دیگه ساکن اونجا نیستش و در اونجا زندگی نمیکنه، فقط یه چند سباهی رو در انتظار میکشه تا کارش تموم بشه. و به نظر من کل این رژیم از در ابعاد مختلف خودش رفتن، الان دیگه تو سالن ترانزیت نشستن، حالا هواپیما کی برسه؟ حالا این هواپیما میتونه هواپیمای بمب افکن باشه، میتونه هواپیمای مسافری باشه، ولی اینایی که تو این سالن نشستن میدونن که رفتنی هستن و دارن آخرین تلاش خودشون رو میکنن. همینطوره. این شعر آقای دکتر ریلا میگه بسی قلاغ گشودم به یک گشودن دست، اشاره میکنه فتح کنید این قلعه رو، بسی سپاه شکستم به یک فشردن پای، چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نداشت، بقا بقای خدای است و ملک ملک خدای. یا آدمی مملکت پادشاه مملکت بوده به آستانه پیری رسید، سنش هم به اندازه سن خامنه ای نیست، خیلی کمتر از این،
ولی متوجه شده زندگی همینه دیگه، کوتاه میان. این های خامنه‌ای هر چقدر سنش بیشتر میشه آتشش به قدرت بیشتر میشه، مردشون پیر شود تر کودکان گیره، تر کودکی بیشتری میگیره. خیلی جالبه. و میخواد یه ترانهی بسازی که با برای رقابت بکنه و بچه ها تو را مرزه اون رو بخونن و میشه این یکی که برای شما پخش کردیم. ببینید جلال الدین سلجوقی، نه حالا یکی اون، این که مال سلطان سنجر بود، سلطان سنجر سلجوقی، یا تو باشه ایرانی نیست، سلجوقیان اومدن ایران رو گرفتن، عشقشون به ایران اینطور انقدر به اصطلاح زیاده و ادبیات ایران، زبان فارسی قد براشون جاذبه داره که درش غرق میشن، خودشون تبدیل میشن به شاعر. یکی دیگه میگه، اینم مال شاه شجاعی که حافظ خیلی دوستش میداشت، میگه در سر هوس آن که نگار آید آمد، در دل غم آن که غم گساری آید، افسوس بر آن که اندرین مهلت عمر کاری به نکردم که به کار دارد. اظهار تأسف میکنم، می کار زیادی نکرد، اون کاری که باید انجام میدیم انجام ندادیم. اینا وقتی به آستانه پیری میرسن چنین تفکری پیدا میکنن، چون بالاخره زیر چتر این فرهنگ اینها به اصطلاح رشد کردند و دست کم از نزدیکانشون، از اونایی که زیر چتر حمایتشون بودن، شعرا بوده، متفکرین بودن، فلاسفه بودن. و در ایران حکومت یک نفر امروز در رأس کاره که هر چقدر سنش بالاتر میشه آتشش بیشتر میشه به کشتن، به آدم کشی. و ترکیب این قتل و سیاست در ایران هم شده تاکتیک هم شده استراتژی. بفرمایید. بله من عرض کردم خدمتون، به نظر من روانشناسی نمونه ای این آدم داره، ولی نکته که توی سخن شما بود و من فکر میکنم که خیلی درسته اینه که به هر حال هر آدمی در واقع بستگی به این داره که چه کسانی در مجلسش هستن، روزمره با کیا سر میکنه. اگر که نام سلطان محمود در دربار خودش اون همه شاعر گردن کلفت رو داره، اونها هستن که به هر حال به اون این اجازه رو میدن که یهو فکر کنه که میتونه مثلا جانشین پادشاهان هخامنشی بشه. شما به اطرافیان خود این خامنه‌ای نگاه بکنید، ببینید که یک مشت اراذل بی پدر مادر، دزد جانی و اشکالی جنایتکاری هستند که به انواع مختلفی جلیس مجلس او هستند دیگه. و این آدم اصلا دیگه ارتباطی با هیچ نوع مسئله شکوهمند و عمیقی نداره. و یه عده چونی اوکر رئیس قوه قضاییش که رئیس مجلسش که چه انتظاری میشه داشت از چنین آدمی؟ به نظر من خیلی طبیعیه ماجرا. ممنون. خب حالا بریم بر سر همیانانمون چی که الان در بین خود ما داره رخ میده در بیرون از یا آقای دکتر نوریالا، از هفته قبل تا به امروز میخوام ببینم که چه کارهایی انجام دادی در رابطه با انسجام بیشتر در بین نیروهای اپوزیسیون، خود شما به کجا رسیدید و این مسیری که الان داره طی میشه تا چه حد مورد نظر و مقبولیت؟ بفرمایید. والا خب اگر من مطلبی رو عرض میکنم خدمتتون، به خاطر اینه که به هر حال من یک تعلقی هم به یه جمعی دارم و با اون جمع داریم کار میکنیم. من اعتقادم بر اینه که این مسئله وکالت خواستن و وکالت دادن و بعد سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اروپا داشت یک زلزله بسیار ریشتری سیاسی بود در اپوزیسیون ایران. یعنی اپوزیسیون ایران توی این 44 ساله هرگز به خودش چنین زلزله‌ای رو ندیده بود. تو این زلزله عده زیر آوار موندن، اصلا فراموش شدن، از بین رفتن، عده رو آمدند، عده مددکار مردم ایران شناخته شدند. در نتیجه به نظر من در عین حال یک انتظاری رو در سطح
جامعه برانداز و مخالف حکومت اسلامی این زلزله به وجود آورد که باید با اون عینک بر جریانات ها نگاه کردش. یعنی که یک عده زیادی آدم ببینید همش راجع به این که یه آدمی این وسط وقتی که شاهزاده در تلویزیون من و تو گفتش که من احتیاج دارم به این که به من وکالت بدن تا من کاری رو انجام بدم، که خودش یه حرف گنده‌ای بود، یعنی نگفتش که من ولیعت پادشاه ساقبه بودم، خودم قسم خوردم بعد از مرگ پدرم و غیره، بلکه گفت من احتیاج دارم که مشروعیت یا حقانیت کار خودم رو از کسانی که به من وکالت میدن بگیرن. خب این وکالت دادن، بعد یه نفر خب پیدا شد رفت یه پتیشنی درست کرد و مثلا 400-500 هزار نفرم رفتن اونجا و به شاهزاده وکالت دادن. ولی این وکالت اصلا بسنده نمیکنه به اون پتیشن که حالا یه عده‌ای مسخره میکنن که آقا از 80 میلیون آدم ایرانی 400 هزار نفر رفتن به ایشون وکالت دادن. به نظر من مثلا من خود من که نرفتم توی اون پتیشنه امضا بکنم و وکالت بدم، بلکه من از جانب یاران خودم هم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و هم در جنبش سکولار دموکراسی ما اعلام کردیم که شاهزاده رو وکیل خودمون میدونیم. یعنی میزان عرض کنم که وکالتی که به ایشون داده شده بسیار بسیار وسیع‌تر از اون چیزیه که اینها میگن. اما من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که حالا بگیریم که همین 400 هزار نفر بودن، یک نفر دیگر شما در اپوزیسیون به من نشون بدید که یک دهم این تعداد رو بتونه دور خودش جمع بکنه و بگوید که اینها مثلا موکلین من هستن. به هر حال من فکر می‌کنم اگر با این عینک نگاه بکنیم ما وارد یک دوران انتظار شده ایم. یعنی زلزله اتفاق افتاده، یه عده ای اصلا از صحنه روزگار اپوزیسیون کنار رفتن، معلوم شده که هیچ کارن یا از بین رفتن یا دیگه به درد نمیخورن، یه عده چهره جدیدی رو آمدن و خودشون رو نشون دادن و خب یه سفر موفقیت آمیز اروپایی رو هم شاهزاده پشت سر خودش داشته. حالا ما وارد یک مرحله انتظار میشیم، یعنی همه سوالمون این استش که بعد از این چه خواهد شد. آیا ما باید فقط مثلا صبر بکنیم که همون 8 نفری که در این دانشگاه واشنگتن صحبت کردن و گفتن که ما داریم یک منشور رو تهیه میکنیم و در پایان ماه فوریه این رو اعلام خواهیم کرد و بعدم گفته شد که ما نتونستیم هنوز به توافق برسیم و بنابراین اون تاریخ به تعیین شده عقب میفته تا اینکه ما بتونیم دقیقاً چنین منشور رو تهیه کنیم. سوال این است که آیا ما در این انتظاری که داریم منتظر منتشر شدن یک منشور هستیم؟ ما 44 سالی که داریم منشور مینویسیم و صادر میکنیم، بهترین منشور رو هم داریم. من خودم نویسنده چند تا از این منشورها بودم با توجه به خواستهای سکولار دموکرات ها در این مورد. بنابراین ما منتظر هستیم که یه اتفاق تازه‌ای بیفته، یه قدم تازه‌ای برداشته بشه و اگر این اتفاق نیفته و این قدم برداشته نشه، البته به نظر من مسئله بیشتر از اپوزیسیون خارج دور میشه و به داخل کشور منتقل میشه. ما اگر که میخواهیم که به عنوان خارج نشینان نگران آینده کشور خودمون نقشی در آینده اون کشور داشته باشیم، امروز هستش که باید اقدام بکنیم، عمل بکنیم و راه‌های تازه‌ای رو ارائه بدیم. بنابراین به نظر من الان همه نگاه‌ها، حتی نگاه‌های مخالفین به این ماجرای وکالت هم معطوف به این شده که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. من احساس میکنم که ما به زودی با یک چنین چیزی روبرو خواهیم شد. هر کدوم ما فکرهایی کرده ایم و فکرها رو هم در اختیار خود شاهزاده و اطرافیان شاهزاده هم گذاشتیم که ببینیم چی میشه. ولی من فکر میکنم که آغاز سال
1402 میتونه آغاز اون دوره‌ای باشه که ما میخواییم از این تخمی که کاشته شده به نام وکالت حالا بهره برداری کنیم و ببینیم که به کجا میخواییم برسیم. من خب البته مثلا من دیدم که یه عده از دوستان ما که در تورنتو زندگی میکنند مثل خانم افشینجم، نمیدونم آقای دکتر مریدی، آقای هودشتیان و چند نفر دیگه، اینها دارن یه اسبابی فراهم میکنن برای اینکه در 26 ماه مارس عرض کنم که یک کنفرانسی اونجا بدن و از تمام احزاب سیاسی و شخصیت‌های سیاسی هم دعوت کردن که در اونجا شرکت بکنن. آیا اون کنفرانس میتونه، به خاطر اینکه امروز من نامه‌ای داشتم از آقای دکتر مریدی، ایشون گفتن که شاهزاده هم تایید کردن این کنفرانس رو و اگرم بتونن شرکت خواهند کرد. من نمیدونم این تیکه دومش تا چه حد ممکن باشه، ولی به هر حال خب این یه اتفاقی، یعنی سازمان‌های سیاسی مختلفی با گرایش‌های سیاسی مختلفی تصمیم گرفتن که در تورنتو دور هم جمع شن و مثلا یک اتحادی همبستگی معینی رو نشون بدن و چقدر اون همبستگی وصل خواهد شد به این مسئله وکالت، اینا همه مورد سواله. بنابراین من فکر میکنم که ما سال جدید خورشیدی خودمون رو با انتظارهای بسیار وسیعی آغاز میکنیم، برای اینکه در اون سو در داخل کشور به نظر من این رژیم به سرعت عجیب غریبی رو به فروپاشی داره میره، هم از نظر اقتصادی هم از نظر ساختار سیاسی خودش و همه این حرفا. و بنابراین این تقابل بین داخل و خارج و اینکه دست خارجی بازتر هستش، خارج نشین بازتر هستش نسبت به دست فعالانی که در داخل کشور هستند، اینا همه مسائلی هستش که سال آینده رو سال بسیار هیجان انگیز و پرحادثه ای خواهد کرد. امیدوارم. اسم اون سال چیه؟ سال آینده مهسای آزادی. مهسای آزادی به پیشنهاد شکوه عزیز و نازنین شکوه میرزاده. یه خسته واقعا نباش، خیلی زحمت کشتی نقطه این سالها. آقای دکتر نوری علایز، به نظر میرسه گیره کار احزاب کردن، چون من حرفای شاهزاده رو گوش میکردم دیدم که منشور نوشتنش به تعویق افتاده تا ایشون به اصطلاح با احزاب کرد به توافق برسن. گره کجاست؟ گره کار کجاست اونجایی که شما بررسی کردید؟ ببینید، من 13 سال پیش وقتی که شبکه سکولارهای سبز رو تشکیل دادیم، فکرمون این بود که عرض کنم که خب 70% جمعیت ایران توی قومیت‌ها پراکندند، یا بلوچند یا کردند یا لورند یا عربند یا ترکمن هستند، و بنابراین اگر که ما می‌خوایم آینده‌ای برای کشورمون داشته باشیم، باید به فکر این باشیم که اینها همه دور هم جمع شن، ایران رنگارنگ رو به وجود بیارن. در نتیجه فکر کردیم که ما به عنوان سکولار دموکرات‌ها بد نیستش که چون جبهه خاصی نگرفتیم، بد نیستش که بریم و با این سازمان‌های سیاسی بشینیم و صحبت بکنیم. که خب البته مثلا اون موقع گفتن که سکولار دموکرات‌ها به خاطر اینکه دارای پایگاه اجتماعی نیستند، آمدن خودشون رو آویزون کردن به این قومیت‌ها برای اینکه چنین پایگاهی رو به وجود بیارن، در حالی که واقعا فکر ما این نبود. ما اصلا قصد پایگاه درست کردن نداشتیم. قصد ما این بودش که شاید ما به عنوان یه نیرویی که عرض کنم که دارای هویت اینگونه نیست، بشینیم با اینا صحبت بکنیم. بنابراین ما با اغلب احزاب قومیتی وارد گفتگو شدیم و در پایانش یک نکته جالبی رو که من بهش برخوردم این بودش که یک روز شاهزاده رضا پهلوی به من تلفن کردن
گاهی سوال میکردن که مثلا شما سکولار دموکرات ها دارین چی کار میکنین، کنجگاه بودن. من گفتم که ما با این سیاست رفتیم طرف این احزاب و داریم باهاشون صحبت میکنیم. ایشون به من گفتش که خدا قوت، منم خیلی در این زمینه عرض کنم که کوشش کردم، اما گرفتاری اصلی در زبانی است که اینها به کار میبرن. و اشاراتی کردن در مورد این که به هر حال زبانی که اینا به کار میبرن بازمانده سیاست های عرض کنم که دوران استالینه، که میخواست ایران رو تجزیه کنه و در نتیجه بسیاری از مسائل رو آوردش وسط، از فدرالیزم به روایت استالینیست ها گرفته تا مسائل دیگری که اینها رو وقتی که نگاه بکنیم در دو تا حقی که اینها خواستارش هستند متجلی میشه. یکی این که میگن که ما حق خودمختاری میخوان، حتی مرحوم قاسملو که میگویند که ایرانی ترین کرد ما بوده است، میگفتش که دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. خب شما توی این جمله که نگاه بکنید، چه در تعبیر فارسیش که اسمش هستش خودمختاری و چه در تعبیر فرنگیش که هست سلف اوتوریتی، معنیش اینه که ما مختار هستیم که هر کاری دلمون میخواد بتونیم بکنیم. در کنار اون حق دومی رو خواستار شده بودن، توی مرامنامه های این احزاب نوشته شده که میگویند که ما حق تعیین سرنوشت میخواییم، که خب اینم خب یعنی که حق طلاق دیگه. هر وقت که من راضی نبودم، من میخوام طلاق بگیرم و برم، میخوام جدا بشم. این دوتا تقاضای این دوتا حرف، حالا این که مثلا آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری، به نظر من این مسئله فرعیه که امکانات روز روشن خواهد کردش که از چه طریقی میشه حل و فصلش کرد. ولی این دوتا حق به نظر من، یعنی من حق دارم هر وقت خواستم جدا بشم. شاهزاده اون موقع به من گفتن که شما اگر که به جای منشور و نمیدونم توافقنامه و این حرفا با این احساب برسید به یه جایی که مثلا 20 تا کلمه رو بگیرید و تعریف مشترکی بدید، اگر ما میگیم فدرالیسم تعریفش چیه، اگر میگیم خودمختاری تعریفش چیه، اگر میگیم خودگردانی فرقش با خودمختاری چیه، اگر شما این رو توی 10 صفحه 5 صفحه با هم دیگه به توافق برسید، ما از این مرحله خطرناکی که جلوی رویمون هستش خارج میشیم. خب من دیدم خب حرف کاملا درستیه و دنبال این کار رو گرفتم و بعد دیدم که نه، اینجا مقاومت‌های زیادی داره صورت میگیره. خب این یک امر انکارناپذیریه که در مناطق مختلف ایران عده‌ای هستند که این عده دلشون میخواد مستقل بشن، دلشون میخواد که از ایران بکنن. خب طبیعیه، هر کسی میتونه حق داشته باشه، هر عقیده‌ای رو داشته باشه، ولی اگر که بگه که من گوینده و سخنگو و نماینده این قومی هستم که مثلا در سراسر کردستان دارن زندگی میکنن، این به نظر من جای تشکیک داره که خب این ادعا از کجا میادش. و این که مثلا من اعلام کرده بودم که فلان روز بازارها رو ببندید و همه بستن، پس این نشانه پایگاه اجتماعی منه، در حالی که اصلا اینطور نیست. شما از بغض معاویه ممکنه کاری رو بکنید که ربطی به حب علی نداشته باشه، به قول ضرب المثل. به هر حال خب اینا همینطور به خاطر اینکه اورژانس سیاسی به وجود نیامده بود، به نظر من اون زیر آبکی همینطور حرکت میکرد. مثلا بعد از مدتی گفتن که خب سازمان ملل گفته است حق تعیین سرنوشت، در حالی که شما برید اسناد سازمان ملل رو بخونید، ببینید که برای دو پدیده حق تعیین سرنوشت میگن. یکی کشورهای جهان حق دارن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن، یکی افراد بشر حق تعیین سرنوشت دارن.
هرگز نگفتن که یک منطقه از یک کشور یا یه حزبی که مدعی میکنه متعلق به اون منطقه است حق تعیین سرنوشت داره. به هر حال منظور من اینه که انواع و اقسام پشتک و باروها در این زمینه زده شده است و حالا من اگر که فکر میکنم اجابی از بازار آگهی عبور کنیم از بازار عبور میکنیم و برمیگم با آقای نوریالا هستیم، ما رو حتما همراهی کنید. همیهنانم فلسطی پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک. برامر بمیگیری با آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. دکتر، من تصور میکنم یه مشکل اساسی اینه که احزابی که امروز شعار آزادی ایران میدند اما در چهار دیواری منطقه موندند باید سریعا تبدیل به احزاب ملی بشن، چون اگر واقعا غرضشون آزادی تمام ایران و دموکراسی رو برای تمام ایران میخوان بهتر از این تفکر منطقی بیرون بیاد، چون جوهره تفکرشون رو محدود میکنه. اما در همه دنیا هم ثابت شده، خود ایران ما حزب خلق مسلمان، حزب آقای شریعت مداری که در آذربایجان به وجود اومد، یا نمیدونم حزب برادران که در شیراز اون اسد نورالدین درست کرد، و یا احزاب منطقه‌ای در تمام در کل ایران، اغلب در نهایت وقتی که میخواستن با دولت مرکزی رقابت بکنن ناچار میشن که دو قدرت‌های خارجی ناچار میشن از اونها بهره گیری بکنن. من کمکی نمیکنه با آینده ایران این احزاب به ایران تعلق دارن، چون تفکر رهبرانشون دیگه تفکر ملی است. اون چی که من شنیدم از زبان آقای مهتدی یا شنیدم از زبان آقای هجری، اگر دموکراسی رو برای تمام ایران میخوان این احزاب باید از این حالت منطقی بیرون بیاد. یه حزب مثلا در آلمان داریم، حزب CSU، حزبی است که در بایرن پدید اومده ولی دیگه تبدیل به حزب ملی شده، در ائتلاف‌های سراسری فدرال شرکت داره. یعنی در اروپا الان اینطوریه دیگه، ما حزب منطقی در ایالات متحده آمریکا، ما حزب منطقی نداریم، دو حزب داریم در تمام ایالات، در 50 ایالت آمریکا فعالن. و اینی که پیشنهاد من سریعا اینه، یعنی دوباره راه حل وسط می‌گردیم، یکی اینه، یکی در مورد زبانم، این زبان اقوام مختلف که همه پارسی، که دیگه همه زیر چتر زبان فارسی ماست، یعنی در زیر مجموعه زبان پارسی، اینا در مدارس آموزش داده بشن. هر کس دلش میخواد ممار زبان دوم و سوم بره یاد بگیره. من اگه بچه بودم دوباره واقعا علاقه من بودم یاد بگیرم، علاقه من برای این کار باید قبلا میشد. آجاش رو بفرمایید. ببینید، مطالبی که شما میگید به نظر من مربوط به آینده است. ما الان گیر الان هستیم و باید برای مسائل کنونی خودمون فکر بکنیم. در آینده چه خواهد شد؟ ملتی دیگر میآیند و کار خودشون رو انجام میدن. من داشتم قبل از رفتن به قسمت آگهی ها اینو خدمتتون عرض میکردم که مجموعه، ببینید اون مثالی که در مورد زلزله دادم در این مورد هم صادقه، یعنی وقتی که زلزله ای در کار نیست همینطور آدما میسازن، آسمون خراش میسازن، هم فلان میکنن این حرفا، ولی زلزله که آمد یا میبینید که یه چیزایی که پایشون درست نبوده خراب میشن، از بین میرن و یه چیزایی میتونن استقامت بکنن و بمونن. به نظر من در مورد این زلزله سیاسی هم که در این ماه گذشته رخ داد، خب شما میبینید که بلافاصله ما سه تا عکس العمل مختلف رو از همین این کردستان و احزاب کردی میبینیم. یعنی که از یک سو ما میبینیم که آقای مثلا هجری میاد میگه که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی همکاری نخواهیم کرد، برای اینکه ایشون آمده یکی از سه تا خط قرمزی که کشیده تمامیت ارضی ایرانه. من فکر میکنم از این حرف خنده‌دارتر دیگه پیدا نمیشه که یک کسی بخواد در راه نجات ایران کار بکنه و بگه که من با تمامیت ارضی اون مملکت دچار اشکال هستم.
حالا این رو به تلویح آقای هجری میگه، اما سخنگوی حزبشون اصلا رسما با تمامیت ارضی مخالفت میکنه. اما خب در مقابل شما میبینید که آقای مهتدی رو دارید که یک حزب کمونیستی عرض کنم که منطقه‌ای هستش، و ولی میاد در کنفرانس واشنگتن شرکت میکنه، صحبت میکنه، بعد حرفهایی هم که میزنه وقتی که مورد اعتراض دیگران قرار میگیره توضیح میده که مثلا من این حرفا رو به کردی زده بودم و ترجمه فارسیش بد شده است. به هر حال شما میبینید که مثلا آقای مهتدی و آقای هجری رو که نگاه بکنید میبینید که اگر یکی سر ناسازگاری داره دیگری سر سازگاری داره، ولی هنوز معلوم نیستش که این سازگاری چگونه انجام خواهد شد. یک مصاحبه خیلی بلندی آقای مهتدی کرده بودن، در اونجا کاملا میگویند که ما اصلا دنبال تجزیه نیستیم، ما خواهان رفع تبعیض هستیم، ما خواهان این هستیم که کردستان به عنوان چشم و چراغ ایران شناخته بشه، همان گونه که در این انقلاب اخیر شناخته شده. میخوام بگم که این زلزله ارکان تمام تشکل‌های منطقه‌ای رو هم تکون داده. بعضیشون سکوت کردن، اصلا نمیدونن دیگه چی بگن. خود نمیدونم این کنگره ملیت‌های فدرال ایران هم هنوز در مقابل این زلزله که پیش آمده نتونسته جبهه‌گیری کنه. شما تنها صدای گویایی رو که در این میانه میشنوید متعلق به آقای مهتدیه که درش بیشتر حرکت به سوی پیوند خوردن با جریانات دیگر رو میبینید تا جدا شدن و تجهیز کردن. بنابراین من فکر میکنم که ما باید همچنان منتظر پس لرزه های این قضیه باشیم. نقش شاهزاده رضا پهلوی این وسط و عملی که انجام خواهند داد به عنوان وکیل عده زیادی از ایرانیان نقش تعیین کننده است. من آرزوی موفقیت برای این شخصی که یک بار بزرگ تاریخی در دوشش افتاده دارم و امیدوارم که ایشون بتونه این مرحله رو به سلامت بگذرونه، مواظب امنیت خودش هم باشه. من خیلی نگران بودم در این سفری که ایشون به اروپا کرد، بسیار محافظت از ایشون ضعیف بود به نظر من و باید از این به بعد بیشتر در این مورد دقت بکنن. ولی من فکر میکنم که به هر حال اگر که ما متوجه نشیم که در داخل اپوزیسیون خارجی کشور یک زلزله اتفاق افتاده و این زلزله نتایج مختلفی رو خواهد داشت، اصلا نمیفهمیم که در چه دورانی داریم زندگی میکنیم. آقای دکتر ریدی رو فرمودید که اون گروه 8 نفره که در همون جانشکار جورشتان، خب قاعدتا نبود محدود به این 8 نفر بشه، قراره که گسترش پیدا بکنه. فکر میکنید در نهایت وقتی گسترش پیدا میکنه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به جبهه میشه؟ به یک حزب میشه؟ تبدیل به چی میشه؟ و بعد شاهزاده که امروز نقش وکیل داره از سوی شمار زیادی از هوادارانشون، در نهایت چه مقام و چه جایگاهی در این تشکیلات برای ایشون قائلید؟ ببینید، من فکر میکنم که وظیفه اپوزیسیون خارج کشور ایجاد دولت موقت. هر کسی که اون طرفی نره وقت خودش رو داره تلف میکنه. ما باید یک دولت جانشین داشته باشیم، یعنی یک گروه جانشین داشته باشیم که برای آینده ایران، برای حفظ اون مملکت، برای رسوندن غذا و خوراک و سوخت به مردم اون مملکت، عرض کنم که برای مستقر کردن صلح در اون مملکت، باید آدمیانی باشند که آمادگی تحویل گرفتن این مملکت مخروبه رو از دست این اسلامیست‌ها بگیرن و بتونن اون رو انجام بدن. اگر چنین تشکلی به وجود نیاد، به نظر من دیگه مسئله شب و روز نیستش، یعنی آلترناتیوی در کار نخواهد بود. هر اتفاقی که میخواد بیفته در داخل ایران خواهد افتاد. یا این اصلاح طلبایی که تا دیروز در واقع تعمیرکار این حکومت بودند
و حالا آمدن میگن که ما اصلا قانون اساسی رو باید عوض بکنیم و غیره، و حالا تازه دارن قدم در حیطه اصلاح طلبی میگذارن، برنده بازی میشن، یا اینکه نمیدونم نظامی ها میان کودتا میکنه دیگه، از دست خارج کشور خارجه. خارج کشور در صورتی میتواند اثری در آینده ایران داشته باشد که دولت موقت رو به وجود بیاره. حالا این دولت موقت چگونه به وجود خواهد آمد؟ خب البته هر چقدر که نیروهای مختلف اجتماعی کمک بکنن به این قضیه و در این حال اجازه بدن که این دولت موقت به هیچ کدوم این جناح ها تعلق نداشته باشه، بلکه یک دولت فراجناحی باشه که حامل ایدئولوژی یک سازمان سیاسی معین نباشه. شما نگاه بکنید مجاهدین هم دولت موقت دارن، ولی این دولت موقت یک دولت ایدئولوژیکه، یعنی از حالا داره میگه که من میرم ایران، در اونجا نمیدونم جمهوری دموکراتیک اسلامی رو برقرار میکنم، همه حرفا. دولت موقت فرا ایدئولوژیک، فرا حزبی، که از پشتیبانی نیروهای بیشترین نیروها رو برخوردار باشه، میتونه اون وقت حرفی برای گفتن در این مجادله با جمهوری اسلامی داشته باشه. شاهزاده رضا پهلوی تا اونجایی که من میفهمم میخواد همچنان این نقش وکیل رو بازی بکنه، یعنی یک وکیل ممکنه تشخیص بده که الان توی این دعوای محکمه‌ای که برقرار هست لازمه که یک گروهی یک کار معینی رو انجام بدن، کمک میکنه اون گروه به وجود بیاد. ولی من نمیبینم که شاهزاده خودش بره توی اون دولت موقت و نقشی رو در اون دولت بازی کنه، بلکه به عنوان وکیل ایرانیان مواظب اون دولت موقتی میتونه باشه که داره خودش رو آماده اون کار میکنه، که در این زمینه هم باز تنها کسی که کاری کرده خودش آزاده است. یعنی وقتی که مثلا گفته ققنوس علمی وجود بیاد بشینیم برای مسائل آینده ایران، راجب 100 روز آینده پس از حکومت اسلامی برنامه ریزی کنیم، خب اینا همه خودش نشانه این هستش که ایشون داره احاله مأموریت میکنه دیگرون به عنوان وکیلی که ناظر بر همه این کارها هم خواهد. حالا در این موضوع چه عده‌ای تشخیص بدن این ضرورت رو، بیان همکاری بکنن، بیان پشتیبانی بکنن از این قضیه، اینا همه موکول به آینده هستش. مثلا همین کنفرانسی که خدمتتون عرض کردم که در تورنتو میخواد برقرار شه، به نظر من حاصل کارش بلافاصله از دید این که ما رو چقدر نزدیک کرد به همبستگی، به همگرایی برای ایجاد یک دولت موقت فراجناحی، اینا همه رو روشن خواهد کردش. من به حال فکر میکنم که فروردین سال جدید ما فروردین بسیار مهم میخواد. خب آقای دکتر ریالا، اگر قرار بشه رفت دنبال دولت موقت، دولت در تبعید، و این دیگه با چهره های نمادین و نمایشی این جنبش خیلی هم سهم مهمی داشتن در معرفیش دیگه، اینا که اینا عملا مأموریتشون تمام میشه، مأموریت به عهده کسانی که تکنوکراتن در رشته هایی که قرار وزارت بکنن و باید حتما متخصص باشن به کار، بعد آشنا باشن به مسائل ایران، یا درباره ایران تحقیق شده باشه از سوی کمیته های کاری و و و اینم و کار میبره. خب بنابراین ما عملا وارد باز یه دوره تشکلاتی جدید، یعنی باید یه تشکل تازه رو بنیانگذاری بکنیم که خیلی متفاوته با کارهایی که تا به امروز انجام دادیم. یعنی عملا مأموریت گروه قبلی تمام میشه؟ منظورتون از گروه قبلی؟ خب بالاخره این گروه 8 نفره، اینا چهره های نمادین و نمایشی این جنبش بودن، میگم سهم مهمی هم داشتن. ولی اگه دولت بخواد تشکیل بدید، عناصری باید این دولت رو تشکیل بدید تکنوکرات باشن و آگاه باشن به مدیریت زمینه هایی که اون رو نمایندگی میکنن. بفرمایید. 100% به نظر من اون 8 نفر اگر که انتخاب شدن که دور هم قرار بگیرن، مثلا بگیم که اینا معتمدین گروه های مختلف مردم هستن، اینها کار انجام بده که نمیتونن باشن. خانم مسیح علی نژاد
یه خونه رو معلوم نیست چجوری اداره میکنه، بخواد مملکت رو اداره بکنه، مسلما باید متخصصین رشته های مختلف عرض کنم که تکنوکرات ها باید حضور داشته باشن در اون دولت موقت. به نظر من اینا همش آزمایشه، یعنی شاهزاده داره آزمایش میکنه، میره با اون 8 نفر میشینه، میره با نمیدونم تورنتویا میشینه، میره با دیگرون میشینه، داره در واقع وجود شاهزاده به عنوان وکیل مردم مثل یک ماده ایه که میزنن و صحت و سقم یه چیزی رو میتونن اندازه گیری بکنن. من اصلا فکر نمی کنم که هیئت معتمدین در که تشکیل شده بود در واشنگتن اینها در آینده ایران میتونن نقش مشخصی داشته باشن. اینا همش وعده این هستش که چگونه میشه با یه وکیل یه مردمی کار کرد، تا چقدر میشه بهش نزدیک شد، تا چقدر میشه بهش دور شد. خوشبختانه این ماجرای وکالت با خطکشی های شاهزاده آغاز شده، یعنی ایشون گفته آقا من تمامیت ارضی ایران برام مهمه، سکولار دموکراسی برام مهمه، مبتنی بودن بر اعلامیه حقوق بشرم برام مهمه. خب هر کسی که نتونه این ستا رو بپذیره و هضم بکنه که نمیتونه در این جریان باشه. و به نظر من ما دوران آزمایش رو داریم میگذرونیم، دونه دونه آدمایی که سالهاست در حوزه اپوزیسیون عمل کردند و خودشون رو نشون دادن و به عنوان شخصیت مطرح شدن، شما نگاه بکنید در همین مهستان جنبش سکولار دموکراسی ما 6 ساله هر یک شنبه یکی از شخصیت‌های سیاسی رو دعوت کردیم که بیان نظر خودشون رو بدن. الان ما رسیدیم به 260مین یک شنبه‌مون، 260 نفر حالا بگیم بعضیشون چند بار آمدن، 220 نفر 230 نفر از چهره‌ها آمدن حرف زدن و نظرات خودشون رو گفتن. الان به نظر من پرونده یکی یکی این آدما باید مطالعه بشه، به درد آینده ایران میخورند یا مانع هستند و باید کنارشون گذاشت. این دوران دوران عرض کنم که پیدا کردن آدمای به درد بخوره. خب 2 دقیقه وقت داریم، یه پرسش مونده کماکان. اگر شما جایگاه وکالت شاهزاده رو تثبیت میکنید یا گروه هایی هستن که دارن تثبیت میکنن، و تا چقد میشه طرفداران نظام پادشاهی رو متقاعد کرد که با این زمینه با این جایگاه شاهزاده کنار بیان؟ بله اتفاقا این خیلی سوال درستیه. به نظر من فکر میکنن که اگر که ما وکالت دادیم به شاهزاده، یه عده‌ای میتونن توی این وکالت دادن شرکت نکنن، در حالی که من فکر میکنم که هر آنچه که مربوط به اکنون و اینجاست در امر وکالت مطرحه. این که فردا در آنجا چه اتفاقی میخواد بیفته اصلا تأثیری نداره. یعنی یه کسی که معتقد به پادشاهی موروثیه، یکی که معتقد به پادشاهی انتخابیه، یکی که معتقد به پادشاهی آمرانه است، یکی که جمهوری خواهه، همه اینا میتونن به این شخص وکالت بدن که این کشتی رو تا دم نوشتن قانون اساسی و تصویب قانون اساسی ببره. بعدش اون قانون اساسی و اون مجلس مؤسسان هستش که به همه اون سوالات پاسخ خواهد داد. آیا به سلطنت طلبا میگه که نه ما سلطنت نمیخوایم، ما جمهوری میخوایم، ما پادشاهی پارلمانی میخوایم؟ اینا همه پاسخهاییه که اون مجلس مؤسسان خواهد داد. امروز داشتن عقیده آزاده، هر کسی میتونه به عقیده خودش بره به این شاهزاده وکالت بده. ممنونم. زیبا کلام گفته. چی؟ اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. بله. اصلاحات مرد، لعنت بر اصلاحات. این چقدر این کار به اصطلاح تغییر سرنوشت ایران رو اینا عقب انداختن، چقدر مؤثر بودن، 1000 برابر بدتر از دستگاه های امنیتی و نهادهای اطلاعاتی مملکت. دائما هم سعی کردن مالکشی کنن دیگه، کارشون فقط در تمام این سال هم. آقای دکتر نوری بسیار آموختیم، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. این بحث داغ رو حتما باید با شما دنبال بکنیم دکتر نوری الا تا گفتگوی دیگر. امسال فهمیدید سال اسم سال چیه؟ 1402 مهسای آزادی. مهسای آزادی رو فراموش نکنید. هم یعنی بسیار پیشنهاد خوبیه، مهسای آزادی.
سپهر خسروی از برنامه هدایت کرد، از این سپاس گذارم.